سلام به مومبکس دوست داشتنی من مهدی شجری و امروز میخوام تجربیات سه چهار روزم از کار کردن با آنر 20 رو با شما به اشتراک بذارم این گوشی هنوز به صورت رسمی وارد بازار ایران نشده ولی از فردا وارد بازار ایران میشه جالبه نه خیلی خب این گوشی تو بازه قیمتی 5 تا 6 میلیون تومنه که توی کاغذ یعنی روی کاغذ مشخصاتش خیلی شبیه به نووا 5 تیه که شما خیلی درخواست دارین که بررسیش بکنم هنوز نیومده دستم رقیبای هم قیمتش هم A51 سامسونگ گلکسی A70 و میناین تی شیامی هن. این از این توی این ویدیو تمام رقبا رو با هم دیگه بررسی میکنیم و میگیم که آیا این گوشی ارزش خرید توی این بازه قیمتی داره یا نه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید زنگولش هم بزنید که به محض آپلود شدن ویدیو جدید تشریف بیارید و ببینیدش خیلی خب بریم سراغ طراحی این گوشی که یکی از جذاب ترین بخشاشه قاب پشتی کاملا از شیشه است یه فریم اینجا وجود داره که سه تا لنز و یه دونه فلش داخلش دیده میشه یه دونه لنزم کنارش قرار داره لوگو آنر هم که اینجا نوشته شده لوگو تایپ دیگه یه جورایی این رنگی که اینجاست بهش میگن سفید ایسلندی که به نظرم خیلی جذابه فریم دور کاملا از آلومینیوم کیفیت ساخت مطلوبی داره زیر گوشی درگاه تایپسی و اسپیکر دیده میشه بالای گوشی مادون قرمز اینفرارد زمان قاجار و میکروفون دیده میشه لبه سمت راست گوشی دکمه پاوره که حسگر اثر انگشتم باش ادغام شده بالاش هم دکمه های کم و زیاد کردن صداست لبه سمت چپ گوشی هم خشاب سیمکارت قرار داره که دو تا سیم کارت رو میتونه پشتیبانی بکنه اما اگر بخواید رم بندازید تو این گوشی رم یعنی همون میکرو اس یا حافظه جانبی بندازید بعد قید یه دونه سیم رو بزنید پنل جلویی گوشی نمایشگر کاملا فلت که دوربین سلفی توی پانچول قرار گرفته یه حفره نسبتا بزرگ اسپیکر مکالمه بالا دیده میشه که توی اون اسپیکر مکالمه یه دونه LED واسه این نوتیفیکیشن ها هم قرار داره مجموعا در مورد طراحی این گوشی میتونم بگم که واقعا خوبه به خاطر اندازه کوچیکش و وزن کمش خیلی خوش دسته خیلی خوش دسته واقعا جنس بدنش هم که دیگه آلومینیوم و شیشه است کیفیت ساخت مطلوبی هم داره ای و اگر بخوام ازش بگیرم تو بخش طراحی یکش اینه که جای اثر انگشت روش میمونه دومیش اینه که حاشیه‌ای نمایشگرش یه ذره زیاده نمیدونم چرا بیرون زدگی دوربینش هم خیلی نیست نسبت به رقبای خودش نه خیلی زیادتره نه خیلی کمتره کاملا معمولیه این از این بریم سراغ صفحه نمایش نمایشگر آنر 20 یه پنل آی پیس داره مثل همه گوشی های هواوی و آنر اندازه نمایشگرش هم 6 ممیز 26 اینچه هم. که رزولیشن نمایشگرش 1080 در 2340 تا اینجا رزولوشنش و پنلش چیز زیاد خفنی نیست رقبای هم قیمتش هم تقریبا همینن حالا مثلا بعضی از رقبا میشن سوپر امولد. در مورد کیفیت این نمایشگر میتونم بگم که کاملا راضی کننده است واقعا چی از رقبای خودش کم نداره که باز میتونید متناسب با نیازتون به آی و سوپر امولد. بهترین انتخاب رو تو بازه قیمتی داشته باشید اما اگر بخوام با رقبای خودش از نظر کیفیت مقایسش بکنم میتونم اینجوری بگم که توی این بازه قیمتی نمایشگر A51 سامسونگ متناسب با رزولوشن بالاترش و همچنین پنل سوپر امولدش میتونه کیفیت و روشنایی بهتری نسبت به رقیبای خودش داشته باشه که یکیش آنر بیسته در مجموع صفحه نمایش این گوشی کاملا توی این بازه قیمتی میتونه راضیتون بکنه خیلی اتفاق خارق العاده ای توش نمیفته نکته ای که وجود داره که تو بخش طراحی هم گفتم اینه که اون پانچوله یه ذره بزرگه اما قطعا اذیتتون نمیکنه و بهتر از ناچه حاشیه نمایشگرش هم یه ذره زیاده که نمیدونم چرا این اتفاق میفته یه نقطه ضعف دیگه ای هم که به نمایشگر این گوشی میتونم بگیرم اینه که روشناییش یه ذره پایینتره به نسبت سوپر امولد جذابیتی که توی نمایشگر این گوشی وجود داره اینه که میتونید توی بخش ستینگش نوع نمایش رنگ ها رو به صورت استاندارد یا اغراق‌آمیز عوضش بکنید متناسب با نیاز خودتون دیگه چیزی توی این بخش نمیمونه بریم سراغ باتری آنر 20 یه باتری با ظرفیت 3750 میلی آمپر ساعت داره روی کاغذ عددش از همه رقبای خودش پایینتره اما عملکردش توی این دو سه روزی که تو دست من بود تقریبا میتونم بگم که باهاشون مساوی شاید یه ذره پایینتره یعنی 250 میلی آمپر ساعتی که از بقیه رو پایینتره اون قدری خودشو نشون نمیده ضمن اینکه این گوشی یه آداپتور 22.5 وات داره که به نسبت رقبای خودش آداپتور قوی تری داره و قطعا زودتر میتونه این گوشی رو شارژ بکنه اما نکته ای که وجود داره اینه که من جعبه این گوشی رو نداشتم آداپتور خودش نبود با یه آداپتور 25 وات شارژش کردم که تقریبا 0 تا یه چیزی حدود یک ساعت و ربع طول کشید باتری این گوشی توی این بازه قیمتی واقعا تونست منو راضی بکنه یه روز کامل تونستم باهاش کار بکنم موقعی که کار سنگین ازش میکشیدم خیلی باتری با سرعت افت میکرد اما توی کارهای روزمره و کارهای عادی واقعا عملکرد باتریش یعنی کم شدنش خیلی آهسته اتفاق می افتاد که میتونست اون بازه تند خالی شدن رو جبران بکنه امیدوارم گیج نشده باشید اگر بخوام رتبه بندی بکنم اون بالا A51 و, و میناین تی رقابت خیلی سنگینی دارن سر جایگاه اول یه مقدار پایین تر این گوشی وجود داره که اگر اولویتتون از گوشی باتریه این نمیتونه انتخاب اولتون باشه اما متناسب با اینکه آداپتورش قوی تره و ظرفیتش کمتره خیلی زودتر میتونه از گوشیای رقیب خودش شارژ بشه اینم از این بریم سراغ بخش بعدی بخش امنیت و حسگر اثر انگشت حسگر اثر انگشت این گوشی ادغام شده با دکمه پاورش که واقعا سرعتش معرکه است یعنی فوق ترین سرعتیه که میتونید داشته باشید فقط کافیه از کنارش انگشتتون رو رد بکنید گوشی باز میشه شاید چالشی که توی این حسگرای کنار گوشی به وجود بیاد اینه که بگید حتما باید گوشی رو بگیریم تو دستمون و 60 با اینو باز کنیم که میتونید یه انگشت دیگر رو هم سینک بکنید سینک که نه تعریف بکنید براش که اگر خواستید از رومیز بردارین تا بردارین قشنگ رمزش باز میشه یعنی واقعا عملکرد حسگر اثر انگشتش خیلی خوبه این گوشی سیستم تشخیص چهره هم داره که از نظر امنیت خیلی خفن نیست چون داره از دوربین سلفی استفاده میکنه اما سرعت اسکر سیستم تشخیص چهرهش هم واقعا قابل قبوله اینم از این بریم سراغ دوربین جایی که 4 تا لنز اینجا هست سنسور لنز اصلی 48 مگاپیکسله یه سنسور 16 مگاپیکسلی اولترا واید یه سنسور 2 مگاپیکسلی ماکرو و یه سنسور 2 مگاپیکسلی برای تشخیص عمق میدان توی این گوشی دیده میشه عکاسی توی حالت اصلی واقعا رضایت بخشه اما اینا هم باید بهتون بگم که به صورت پیشورز رزولوشن دوربین روی 12 مگاپیکسله که اگر بخواین عکاسی تو حالت 48 مگاپیکسلی بکنید دیگه خبری از اولترا نیست عکاسی تو حالت 12 مگاپیکسلی واقعا خوبه نسبت به رقبای خودش هیچ چیزی کم نداره، دیتیل رو خیلی خوب نمایش میده، داینامیک رنج خوبی داره عکسایی که با آنر 20 گرفته میشه و شارپنس و شفافیت مطلوبی هم داره. اما اگر بخواید تو حالت 48 مگاپیکسلی عکاسی بکنید، خیلی باید شرایط نوریتون مناسب باشه. و ضمن اینکه باید 4 ثانیه هم دستتون رو نگه دارین تا بتونید عکس رو ثبت بکنید عکاسی تو حالت اولترا واید این گوشی طبیعتا به اندازه عکاسی لنز اصلیش نمیرسه اما واقعا عکسای اولترا واید هم خوبه یه ذره داینامیک رنجش پایینه و بعضی موقع ها تصویر دفور میشه اما اگر شرایط نوری خوب باشه عکاسی تو حالت اولترا واید هم واقعا راضی کننده است این گوشی دوربین تلفوتو یا همون زوم نداره اما توی نرم افزار دوربینش شما میتونید تا دو برابر زوم دیجیتال بکنید که پیشنهاد میکنم به جای این کار به سوژهتون نزدیک بشین اما لنز ماکرو این گوشی واقعا جذابه واقعا عکسای خیلی خوبی میگیره کامل میتونه با A51 رقابت بکنه و حتی یه جاهایی توی حالت ماکرو میتونه عکسای بهتری نسبت به A51 ثبت بکنه اما یکی از نقاط قوت این گوشی عکاسی تو حالت پورترشه که به خوبی میتونه سوژه رو از بکگراند جدا بکنه و دیتیل خوبی رو هم روی سوژه به نمایش میذاره اما بریم سراغ حالت شب که اگر بدون فعال کردن نایت مود عکس تو شب بگیرین عکس خیلی نویز داره واقعا نویز خیلی خیلی زیادی داره و همچنین نور خیلی کمی هم داره یعنی به صورت طبیعی نمیتونه خیلی خوب نور رو جذب کنه اما تو حالت نایت مود اکسپوژر به خوبی بالا میره و نوردهی به شدت جذاب میشه اما همچنان اون نویزا وجود داره مجموعا در مورد دوربین این گوشی تو حالت عکاسی میتونم بگم که واقعا حرف برای گفتن بین رقبای خودش داره و یه جورایی رقابتشون خیلی پایا پایه اصلا نمیشه گفتش که کدومشون بهتره کدومشون بدتر رقابتشون به شدت پایا پایه که شما هر کدوم از این گوشی ها یعنی آنر 20 A51 و میناین تیو بگیرین تقریبا میتونم بگم که دوربینشون راضی کننده است و تفاوت خیلی چندانی با همدیگه ندارن البته این رو هم بگم که عکاسی کردن خیلی بستگی به شرایط مختلف داره شاید توی بخشای این گوشی بهتر باشه شاید توی بخشای دیگه ای رقباش بهتر باشن اما در کل دوربیناشون خیلی رقابتشون پایا پایه این از این اما آنر 20 قابلیت فیلمبرداری برداری 4K هم داره که دیتیل و شارپنس توی فیلم ها واقعا جذاب و راضی کننده است عملکرد لرزشگیرش واقعا راضی کننده است دقیقا مثل سرعت تغییر فوکوسش بریم سراغ دوربین سلفی که یه لنز 32 مگاپیکسلی توی پانچول دیده میشه که واقعا عکس تو حالت سلفی هم خیلی جذابه دیتیل خوبی رو نشون میده اما حواستون باشه که حالت بیوتیش رو بردارین چون خیلی غیر طبیعی عکس میگیره عکاسی سلفی تو حالت پرتره هم واقعا جذابه در مجموع دوربین سلفیش هم کاملا راضی کننده است و چیزی از رقبای خودش کم نداره اما اگر بخوام دوربین سلفی رو رتبه بندی بکنم A51 و, و آنر 20 اون بالا رقابتشون خیلی پایا پایه اما دوربین سلفی میناین تی یه مقدار پایین به خاطر پاپاپ بودنش کیفیتش یه ذره از این دوتا گوشی کمتره. اینم از این بریم سراغ سخت افزار و جایی که یه دونه کایرن 980 یا پردازنده اختصاصی هواوی توی این گوشی دیده میشه به همراه 6 گیگابایت رم نسخه ای که میاد تو ایران احتمالا رم 6 گیگابایت که سرعت انجام کارا توی این گوشی واقعا رضایت بخشه نه واقعا رضایت بخش نیست من با این گوشی کارهای مختلفی رو انجام میدادم اما از بازی های سنگین مثل آسفالت و کالاف دیوتی خیلی برام جالب بود که توی انجام دادن و اجرا کردن بازی های سنگین مثل کال آف دیوتی و آسفالت 9 هیچ مشکلی این گوشی نداشت اما من مواجه می شدم توی این دو سه روز که موقعی که داشتم تو محیط گوشی میچرخیدم بین چند تا اپلیکیشن سویچ میکردم توی ستینگش میرفتم و میومدم دو سه باری لگ داشت که برام واقعا عجیب بود نمیدونم دلیلش چیه شاید با آپدیت های نرم افزاری درست بشه اما بالاخره من با لگ مواجه شدم اما توی بازی های سنگین بعد از تقریبا نیم ساعت دقیقه بازی کردن به صورت طبیعی این گوشی داغ میکنه که تقریبا میتونم بگم همه رقباش توی این بازه اینجوری داغ میکنن از نظر سخت افزاری هم نمیشه خیلی اختلاف بین رقبا قائل شد چون که عملکردشون خیلی شبیه به همه اما بریم سراغ بخش نرم افزار که توی گوشی های هواوی و آنر یه بحث چالش برانگیزه خیلی ها میترسن که سرویس های گوگل روی این گوشی ها نباشه اما این گوشی از اندروید 9 به صورت پیش استفاده میکنه که این گوشی که تو دست من بود اندروید 10 رو هم گرفت و من داشتم با اندروید 10 کار میکردم تمام سرویس های باهاش کار میکردم و همه بازی ها و اپلیکیشن هایی که میخواستم رو از گوگل پلی دانلود میکردم یوتیوب رو داشتم تمام اپلیکیشن های گوگل رو خلاصه داشتم رابط کاربری این گوشی مجیک یو آی سه که در مورد رابط کاربری هواوی آنر قبلا صحبت کردم سلیقه شخصی من نیست من خودم خیلی از این رابط کاربری خوشم نمیاد دوست ندارم محیطش و طرز آیکوناش منوهاش برای من جذاب نیست اما تو اندروید 10 یه ذره بهتر شده مجموعا میتونم بگم که رابط کاربریش هم رابط کاربری خوبیه با اینکه سلیقه ایه اینم از این تقریبا تموم شد بریم سراغ بخش آخر عملکرد این اسپیکر پایین این گوشی یه دونه اسپیکر داره که صدا مونو و استریو نیست طبیعیه هیچ کدوم از رقیباش صدا استریو ندارن بریم سراغ پخش موزیک همیشگیمون این نصف صداست که اصلا انگاری چی ازش نمیاد بریم سراغ ترس خب کیفیت پخش صدا خیلی خوبه ولی بلندی صدای مطلوبی نداره اگر عادت دارین که با صدای بلند موزیک گوش بدین با گوشیتون این گوشی نمیتونه انتخاب خوبی باشه شاید ملاک خیلی سفت و سختی هم نباشه گوش دادن با صدای بلند خیلی خوب تقریبا در مورد همه چی صحبت کردیم بریم سراغ جنبندی آنر 20 توی بازه قیمتی 5 تا 6 میلیون تومن معامله میشه توی بازار ایران که رقباش رو, رو بهتون گفتم A51 سامسونگ A70 میناین و چند تا رقیب دیگه مثل نووا 5 تی که نووا 5 تی هم به زودی برای بررسی میاد اگر بخوام خیلی خلاصه در مورد این گوشی توضیح بدم اینجوری میتونم بگم که توی رقبای خودش هیچ چیزی کم نداره اما نکته ای که توی این گوشی هست و توی رقبای دیگه نیست صفحه نمایش کوچیکتر و اندازه کوچکترشه که باعث میشه خیلی خوش دست‌تر نسبت به بقیه رقباش باشه اما بریم سراغ مقایسه دونه دونه یه طرف آنر 20 یه طرف A51 کیفیت ساختش قطعاً آنر 20 بهتره کیفیت صفحه نمایش A51 بهتره باتری A51 یه مقدار بهتره حسگر اثر انگشتش قطعا آنر 20 بهتره توی بخش دوربین خیلی پایا پایین با توجه به اینکه جفتشون هم لنز ماکرو دارن توی بخش دوربین سلفی هم واقعا پایا پای از نظر سخت افزاری و نرم افزاری هم هیچ فرقی با هم دیگه ندارن تقریبا میتونم بگم که اگر صفحه نمایش و باتری خیلی براتون اهمیت داره A51 میتونه انتخاب بهتری نسبت به آنر 20 باشه اما یه بار دیگه تاکید میکنم باتریش خیلی فرق نداره اما اگر کیفیت ساخت خوش براتون اهمیت داره آنر 20 میتونه انتخاب بهتری باشه بریم سراغ میناین تی که دقیقا همین اتفاقاتوش توش میفته با این فرق که سلفی این گوشی نسبت به میناین تی بهتره فرقشون توی نمایشگر خیلی نیست فرقشون توی کیفیت ساختم خیلی نیست سلفی این گوشی بهتره چیه اون گوشی بهتره ای گفتین باتری اون گوشی بهتره نکته دیگه ای وجود نداره نووا 5 هم تقریبا همینه تو بازار ایران که به زودی برای بررسی میارمش اما حس کنید که دارید همین رو میبینید رو کاغذ هیچ فرقی با هم دیگه ندارن ممنونم از نمایندگی آنر که این گوشه برای بررسی در اختیار من قرار داد احتمالا خیلی زود میتونید توی بازار موجود ببینیدش و بخریدش هیچ نمیدونید که سابسکرایب کردن کانال یوتیوبم فالو کردن پیج اینستاگرامم لایک کردن ویدیوهام و کامنت گذاشتن برام چقدر انگیزه میده که با قدرت بیشتر ادامه بدم همیشه حمایتهای شما دلگرمی بوده برام دستم خورد به میکروفون امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین دمتون گرم که تا این آخر من مرسی از همراهیتون